نهمین روز حملات جنگنده بمب‌افکن‌های عربستان سعودی به یمن. حملاتی که توسط ائتلافی از کشورهای عرب به رهبری و فرماندهی ریاض و برای مقابله با پیشروی حوثی‌ها در یمن انجام می‌شود. تقریباً 4000 هندی در نقاط مختلف یمن زندگی می‌کنند و دهلی نو نیز با دو هواپیمای نظامیش بیش از 400 تن از آنان را از یمن خارج کرده است. تعدادی از این افراد به عنوان خدمه درمانی در بیمارستان‌های یمن کار می‌کردند و یکی از آنها بدون نام بردن از شهر محل کارش می‌گوید: از وحشت بمباران‌های هوایی و نزدیک شدن شبه نظامیان حوثی به شهر، به همراه چند همکار دیگرش از درمانگاه گریخته و به خانه رئیس بیمارستان پناه برده بود. تعداد دیگری از 600 نفر از اتباع چین نیز که در دو روز پیش و با دو کشتی نیروی دریایی چین از بنادر عدن و حدیده در جنوب یمن تخلیه شده بودند، وارد چین شدند. این افراد در صنایع نفت یمن و در پروژه‌های عمرانی مانند ساخت راه‌ها و بنادر کار می‌کنند که بخش اعظم هزینه‌های آن را اعتبارات بلندمدت دولت چین به یمن تأمین می‌کند. با وجود بمباران‌های هوایی ائتلاف گفته می‌شود که حوثی‌ها در بخش‌های حساس بندر عدن در جنوب و واحد‌های ارتش یمن در آن شهر مسلط شده‌اند. ارتش یمن در عدن است و چون حوثی‌ها کنترل نیروهای مسلح یمن را به دست آوردند، تلاش می‌کنند فرماندهان آن نیرو را تغییر دهند. برخی از آن فرماندهان از علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن حمایت می‌کنند و پیش از آغاز حمله حوثی‌ها به بندر عدن خود را به آن شهر رسانده بودند. اخبار موثق حاکی از آن است که علی عبدالله صالح، اولین رئیس جمهوری یمن متحد که 2 سال پیش مجبور به کنارگیری شد، از حوثی‌های شیعه یمن که با تهران روابط نزدیکی دارند حمایت می‌کند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.